بچه ها غریزی عمل میکنن. یه جا توی مهمونی هستین، خیلی هم در واقع یک معاشرت جدیده، رو درباسی دارین و وقتی که میرین اونجا دعوتتون کردن، دو تا بچه خیلی شیطون دارن، از اون بچه هایی که میدوه میگه امو 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 امو، میاد میشینه رو سر امو، دیگه نمیاد پایین. بعد پوست امو رو میکنه موشب، امو نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه معاشرت کنه، نمیتونه شام بخوره، نمیتونه گپ بزنه، یک بلایی بر سر امو میاره، همون چسقلی. و حالا امو چون آدم مأخوذ به حیایی است و یک معاشرت جدیده و رودرواسی داره، تا این بچه اولین بار گفت امو، گفت جونم امو جون عزیزم، تمام شد، تمومه. خب ولی این برای امو تجربه میشه. نوع زندگی به گونه ای تغییر کرده که بچه ها اون عشق بلا شرط هموار جاری رو از والدین دریافت نمی کنن. متوجه هستین؟ به همین دلیل این بچه در اولین فرصتی که یه تازه وارد یه تازه واردی میاد که این بچه ممکنه اون انرژی یا اون حس رو بتونه ازش بگیره، نه اینکه بخواد شما رو آزار بده، به طور غریزی میاد که تغذیه کنه بخش عاطفی درونش رو. میدونید اون بچه قابل درکه، اون بچه قابل درکه، قابل فهم رفتارش. متوجه شدین؟ بزرگترام همینن. گزارش بدین از اوضاع ذهن چطور بوده؟ عالی بود. یعنی من توی هفته اینقدر خوابم عمیق شده و حتی گرفتگی دردای کمرم خیلی بهتر شده. بله. و اصلا قابل مقایسه نیست واقعا کیفیت خوابم. آها. راحت به خواب میرم و خواب عمیقی رو تجربه. چه عالی. چقدر خوب. و میتونم بگم من الان توی این 4 جلسه که اومدین تگه این دوره عصبانی نشدم. یه دست براشون بزنی. ببینید همینجا نگه دارین، یادتونه راجع به این صحبت کردیم که بیداری درونی دارای مراتبه، از یک نقطه‌ای شروع میشه و یکی از نشانه هاش عدم واکنش غیر ارادی است. معنیش همینه. ببینیم وقتی که ما ناگهان از چیزی عصبانی میشیم، عکس العمل نشون میدیم، بروز خشم داریم، یعنی واکنش غیر ارادی داریم. اون جمله لاوتسو رو قبلا تکرار گفتم خدمتون، تکراریه، فرد فرزانه نه به سادگی هیجان زده میشود و نه به سادگی اندوهگین میشود. میدونین وقتی که ما در مواجهه قرار میگیریم با اتفاقات جهان پیرامون، آدمها، رویدادها و واکنش غیر ارادی نداریم، واکنش ناگهانی نداریم، ما شاهد هستیم. میدونین؟ یعنی اون آگاهی در درون بیدار است. معنیش اینه دیگه. و جمله بسیار زیبایی دیگه هست از لاوتسو که در همین رابطه است. فرد فرزانه همواره یک گام از دیگران عقب‌تر می‌ایستد. دیدین سر همه چی؟ همه هولن، هول می‌زنن، همه با هم رقابت دارن، هر کسی می‌خواد زودتر به یک نتیجه‌ای برسه. تو نمی‌دونم رانندگیمون همینه، تو غذا خوردنمون همینه، تو همه چیز همینه. و وقتی که شما این آگاهی درتون بیدار هست، اون واکنش غیر ارادی رو ندارین، میتونین یک گام عقبتر بیستین. مثلا ارث و میراث، بحث ارث و میراثه، مال، پوله، همه حمله ور میشن و اینکه یک نفر بتونه یک گام عقبتر بیسته و نگاه کنه اصلا ساده نیست. وقتی منافعی در میونه این کار ساده نیست. وقتی در موقعیتی هستیم که خیلی
پرتنشه یا بحرانیه یا خطرناکه، این کار ساده نیست. ولی این خیلی گزارش خوبی بود، خیلی خبر خوبی بود، خیلی عالی بود. خدا رو شکر، ممنون از آموزهای شما. اختیار دارین، این تجربه شماست، نتیجه حرکت آگاهی خود شماست و من نه سر پیازم نه ته پیازم، همش خودتون هستین. به هر حال من خیلی خوشحالم، خیلی ممنون از گزارشتون. بقیه چطور؟ خیلی؟ خیلی خوب بوده، عالیه. متوجه موضوع ذهن بودین در این ایام؟ ذهنی که آدم احساس میکنه یه جورایی داره وابستگیاشو کم میکنه به خیلی چیزا و داره باید به شناخت درون بیشتر میرسه. همینطور هست، این منجر به رهایی از وابستگی میشه، ولی خب یک شبه نه، خب زمان میبره دیگه، ولی نهایتاً منجر به چنین اتفاقی میشه، آهسته آهسته، و این خیلی زیباست، خیلی اتفاق زیباییه. اختیار داریم؟ بقیه چطور؟ من اصلا هفته پیش خیلی حالم بد بود. یادم هست، بله. تقریبا نکات منفی که توی یک سال و نیم گذشته برام اتفاق افتاده بود. آها. هفته گذشته قبل از اینکه ما بریم بیرون یه دوری بزنیم و اینکه حالا بعدش هم که اومدیم، من تمام مدت اشکم می اومد سر کلاس، بیرون هم بودیم هم، بله. یعنی واقعا حالم بد بود. بله. ولی خیلی ممنونم، خیلی متشکرم، مرسی. بله، از اون مراقبه که داشتیم تا این هفته حالم خوب شد، دگرگون شد. با وجود این حالا خیلی خواستم که شاید روزی 4-5 بار انجام بدم. بله. حالا شرایط خونه و دو تا بچه کوچیک خیلی اون سکوته رو ما تو خونه‌مون نداریم متاسفانه، ولی کاملا حال من دگرگون شد. یعنی اون یک سال و نیم تمام اتفاقات منفی که برای من افتاده بود و توی اون چند روز عین یه فیلم سینمایی مدام جلوی چشمم بود که اصلا هفته گذشته خیلی حالم بد بود، واقعا به هم ریختگی داشتم، ولی خدا رو شکر توی یک هفته کاملا مرتفع شدم، نتیجهش رو دیدم. بسیار بسیار عالیه، خیلی گزارش عالی بود، خیلی. ببینین یادتونه ما یه بار صحبت کردیم راجع به همین موضوع، من خدمتتون عرض کردم که اصلا اهمیتی نداره که فضای ذهنی ما تحت تأثیر چه انرژی هایی قرار داره، اصلا این اهمیتی نداره که آیا این گفتگوهای درونی خود ماست، آیا انعکاس نیمه خودآگاه یا ناخودآگاه خود ماست، آیا انعکاس ترس ها و خلأ های درونی ماست، آیا القا هست که از بیرون کسی یا کسانی یا موجوداتی افکاری رو القا می کنند به ما، یا تحت نفوذ فکری و ذهنی قرار گرفتیم، یا تحت تسخیر قرار گرفتیم، یا مهم نیست که فرقی نمی کنه، چه ناخودآگاه چه نیمه خودآگاه، چه ترس ها و خلأ های درونی مون، چه عوامل بیرونی، چه دیگران، چه موجودات دیگری، چه تفاوتی نمی کنه. نهایتاً همه اینها در بستر ذهن روی می دهند. و شما هیچ وقت نمی تونین مطمئن بشین که این کدوم الان. حتی اگه یکی بگه که نه تو تحت تسخیری. می دونید حتی پیامبران چنین اظهار نظراتی نکردن راجع به کسی. کسی چنین اظهار نظری نمیتونه بکنه که یهو به شما بیاد چنین چیزی بگه. متوجه هستین؟ کسی چنین اظهار نظری نمیتونه بکنه. ولی حتی اگه کسی چنین اظهار نظری کرد، درجه اعتبار اون اظهار نظر نامعلوم است. معلوم نیست. درجه اعتبار اون اظهار نظر نامعلومه. میگن آلودگی داری، تحت تسخیری، تحت فلانی، تحت اونایی که اهل این دانشن هرگز چنین چیزی به کسی نمیگن. نمیگن، حق ندارن بگن. و حتی اگر بگن، عرض میکنم درجه اعتبار این اطلاعات نامعلوم است. و نکته مهمتر اینه که اصلا چه تفاوت، شما چی کار دارین که اصلا منبعش چیه؟ به اونش چی کار دارین شما؟
هر یک از اون منابع میخواد باشه، تفاوتی نمیکنه، نهایتاً در بستر ذهن روی میدهد. از ذهن جدا بشیم و نگاش کنیم و ذهن مهار بشه، از هر منبعی به هر شکلی تحت نفوذ باشه تفاوتی نمیکنه. آگاهی شما سوار بر اون ماجرا میشه. حالا میخواد نفوذ باشه، القا باشه، خودتون باشین، ناخودآگاه، نیمه، فرقی نمیکنه دیگه. متوجه هستین؟ ولی خیلی گزارش خوبی بود. خیلی گزارش خوبی بود. خیلی اختیار دارین. خیلی گزارش خوبی بود. و میدونید هر چقدر سطح آگاهی ما و ارتعاشات وجودی ما ارتقا پیدا میکنه، یه سری پاکسازی ها به طور اتومات، به طور خودکار اتفاق میفته. چرا یکی از مواردی که من خیلی وقتا توجه شما رو جلب میکنم بهش، موضوع تغذیه است. برای اینکه بدن اهمیت داره. وضعیت بدن خیلی نقش مهمی ایفا میکنه. انرژی های ما اهمیت دارن، ذهن اهمیت داره. حرف اول رو آگاهی شما میزنه. درسته، درسته. حرف اول و آخر رو آگاهی درونی شما میزنه. این از همه چیز مهمتره. ولی این به این معنا نیست که بقیه این موارد بی اهمیت هستند. و بسیار گزارش خوبی بود. خیلی خوشحالم از این اتفاق. میدونین شما اگر اینو درست یاد بگیرین و در این وضعیت تثبیت بشین، کلن از اون مسائل و اون مشکلات و اون چیزهایی که گفتین خلاص میشین. ارتعاش از یه سطحی میره بالاتر، خود به خود اگرم چیزی به ما چسبیده باشه جدا میشه، باقی نمیمونه، نمیتونه بمونه. و این خیلی اتفاق خوبیه. ممنون از گزارشت. بقیه بفرمی خواهش بود. مورد خواهش دارنده من عزیزان نبود. وقتی میدونم که تو این راه نیستن نمیخوام بیام این بار تو این راه. من چجوریه؟ بله. نمیم ترسه چجوریه؟ نمیم برمیگردم به اونا مثلا آخ اونا نیستم. یه حالت خاصی برام داره، نمیدونم چه کار باید بکنم. بله. چی هستش؟ بله. به دیگران فضای بودن بدین. آزاد بذارین دیگرانو. همچنین خودتون رو. ببینین شما برای اینکه دوچرخه سواری یاد بگیرین، احساس میکنین که مامان و بابا ممکنه بلد نباشن و شما الان نمیدونین که چی کار باید بکنین؟ آره، مثلا فکر کنم دنیا ماشون داره تغییر کنه برمیگردم. یعنی آها، من یا اون نفس تحتانی داره اینطوری برای من بازدارن میرمن. ممکن مثلا خانواده همه هر کسی که برام خیلی عزیزت و دورم هست برام بازدارنده است. ببینید آیا اگر شما علاقمند باشین به موضوعی که به ذهنتون، آگاهیتون، درونتون کمک میکنه، به دلیل اینکه همونطور که فرمودین عموتون، خالتون، مادر، پدر ممکنه که چنین علاقه‌ای، یعنی علایق مشترک با شما نداشته باشن، آیا باعث میشه که شما صرف نظر کنین از حرکتی که دارین انجام میدین؟ فکرم همش مشغول اونام، چه ذهنم مشغول اطرافیان همیشه. مانع بازدارنده همینه، برای من خیلی بازدارنده. نگیری همش مثلا فکر کنم که چرا اونا نیستن، یه همچه حالتی داره. بله. خب آشنا کنین اونها رو، آشنا کنین. این کار رو حداقل این کار رو میشه که هر روز خودم هم کردم، ولی خب دیگه برکت بسیار عالیه. این نکته که من عرض کردم که به دیگران فضای بودن بدیم، آزادی بدیم، میدونین برای چیه؟ برای اینکه مثلا من همیشه گیاهخواری رو مثال میزنم، چون کسی که میرن سراغ گیاهخواری خب خیلی تعصب پیدا میکنن، تعصب خیلی شدید میشه و این تعصب آزاردهنده است برای دیگران، برای دیگران دافعه ایجاد میکنه. به جای اینکه جاذبه ایجاد کنه، دافعه ایجاد میکنه. چرا؟ چون من شروع کردم گیاهخواری کردن یه مدته
و حالا به هر کی میرسم میخوام به یک شکلی اونو وادار، ظاهرا نمیخوام وادار کنم، ظاهرا میگم من اصراری ندارم، ظاهرا میگم هر جور که خود دوست داری، ولی واقعیتش اینه که یه تمایل پنهانی در من هست که من میخوام هر جوری شده این آدم این بیاد گیاهخواری کنه. ظاهرا اینو نشون نمیدم، ولی واقعیتش اینه که فضای بودن دیگران رو سلب میکنم، آزادی دیگران رو سلب میکنم، من دارم فشار میارم، من دارم اصرار میبرزم، میدونین؟ بعد از 2 جلسه 3 جلسه اون آدم ها اصلا دیگه نمیخوان شما رو ببینن، اصلا با شما حرف نمیخوان بزنن، میگن این آدم تک بودی شده، با یه موضوع جدیدی آشنا شده، حالا تعصب پیدا کرده، به هر کی میرسه یقه یه طرف رو میگیره، ولکن هم نیست، اصرار داره که گوشت خوردن بده، باید گیاه بخوری. در صورتی که این بیشتر از این که دیگران رو علاقمند کنه دافعه ایجاد میکنه، ضمن این که ما نمیتونیم، من نمیتونم به دیگران، به شما نمیتونم بگم که مثلا گوشت نخورید یا بخورید، که شما میتونیم بگین که گوشت دوست نداری بخوری؟ خیلی خوب، تو نخور، ولی من دوست دارم. دیگه به من نگو که من چی بخورم چی نخورم، حق دارین شما. در رابطه با این موضوعات هم اینجوریه، یعنی به حالتی هستش که مثلا مثل نمیم درست یا نبرش، مثلا فکرم عزیزم مثلا مثل این که بیمار هست ناراحتم و حس میکنم که رنجی دارن که وقتی نمیان ناراحتم که چرا این رنج رو نمیخوان یکمی تسکینش بدن، اگه بیان بالاخره توی راه راحت میشن از اون رنجایی که دارن میکشن که خودشون نمیدونن رنجه، کمی بد برای من مانع شده، برای من خیلی مانع این مانع مراقبه هم که ذهنم میگرده برون، انشال وابستگی من به اونو باشم. قطعا همین هست. ببینید این مانعی برای دیگران نیستا، این دیگران هم نیستن که مانع شما هستند، این ذهن خودتونه که مانع خودتون میشه، میدونین؟ بله بله، این در واقع ذهن خود ماست که مانع ما میشه، ولی همیشه ذهن بهانه ای داره، یه وقت بهانه دیگرانن، یه وقت بهانه اجتماعه، یه وقت بهانه بیپولیه، میگه این بیپولی لعنتیه که من الان توی این اوضاعم، یکی میگه این مملکت نمیدونم مملکتیه که 1000 تا مشکل داره من الان توی این شرایط قرار گرفتم، یکی میگه ببینید بهانه های مختلفی وجود داره برای اینکه من خودم رو توجیه کنم که اگر رنج میکشم یا مانعی احساس میکنم تقصیر خودم نیست، تقصیر اوناست، تقصیر مملکته، به خاطر بیپولیه، به خاطر یه چیزی غیر از من. در صورتی که واقعیت اینه که مسئولیت رنج هامون رو ما باید خودمون بپذیریم. واقعیتش اینه که من هر جا به مانعی برمیخورم، موانعی که تو زندگی من خودشون رو نشون میدن، امتداد و انعکاس وضعیت آگاهی درون خود من هستند و رنجشو کی میکشه؟ خود من میکشم. کی باید این رو مشاهده کنه؟ خودم. کی باید بتونه این رو مهار کنه؟ من باید بتونم این کار رو بکنم. کی باید مسئولیتش رو بپذیره؟ خودم. کی باید بتونه از این عبور کنه؟ خودم. میدونین؟ همش خودمون هستیم، اونها نیستن، خودتون هستید و اصرار نباید کرد. میشه اونها رو دعوت کرد، اونها رو آشنا کرد، اصرار نمیشه کرد، آزادیشون رو سلب میکنیم، انگار بهشون داریم احترام نمیذاریم، انگار دارم بهش میگم تو اونجوری فکر کن که من فکر میکنم، ولی تو مانع منی. اختیار داریم. خب ما یه چند تا دونه اسلاید داریم. سوال جانم. خب بعد تو بهمون اصرار کنن یعنی چی؟ ما نمیفهمیم.
متوجه نمیشم. نه بگیم ما اصرار نکنیم که مثلا عقیدمونه، یکی دیگه عقیدش رو به ما اصرار میکنه، حالا هرچی هست. بله. یه اصراری میکنه، اون موقع ما چه جوری باید رفت کنیم؟ بله. بله، الان عرض میکنم، چشم. ببینید، دیگران فقط به یک شیوه با ما رفتار میکنند، به شیوهی که ما اجازه میدیم با ما رفتار کنند. مثال زغاله رو یادتونه؟ زغاله وقتی گداخته میشد دیگه کسی بهش دست نمیزد، دست کسی بهش نمیزنه. وقتی که درونن پختگی و گداختگی به یک سطحی برسه، دیگران نمیشه، یعنی این اتفاق نمیتونه دیگه بیفته خودش. و اگرم شما در فضایی قرار بگیرین، توی جمعی قرار بگیرین که کسی اونجا باشه که حتی شما رو از قبل ندیده و نمیشناسه و دست به چنین عملی بزنه، شما شاهدش هستین. میدونین در سطح انرژیک ما داد و ستد میکنیم با هم در معاشرت با یکدیگر. ما یه انرژی ها، یه حسایی به هم میدیم، از هم میگیریم. یه بخشی از این حسا و انرژی ها ظاهرا بیان میشه، گفته میشه، ولی بخش عمده اینها گفته نمیشه، گفته نمیشه، اصلا به کلام نمیاد، به زبان نمیاد. خیلی وقتا ما یه چیزایی میگیم تو معاشرت ها به هم دیگه که اصلا اون چیزی که در درونمون هست نیست. یه حسای پنهانی داریم یا یک درخواست های پنهانی داریم که اونها به شکل پنهان یا مکتوم باقی میمونه، ولی انرژی ما، ارتعاشات ما، نگاه ما، کلام ما، حتی اگه در واقع مستقیما به اون موضوعات مربوط نباشه، اونها رو ساطع میکنه و آدم ها این رو احساس میکنن. خودتون اینو حس میکنین، آدم ها اینو احساس میکنن. وقتی یه نفر ظاهرن یه رفتاری میکنه که رفتاره یه مانوره که پشت این رفتار یک حسی یا یک خواسته ای هست که به شکل عیان بیان نشده، شما میفهمین، شما احساس میکنین، شما و این فقط شما نیستین که اینو حس میکنین، همه اینو احساس میکنن. آدم ها قبل از این که با هم برخورد کنن، قبل از این که به هم معرفی بشن، قبل از این که با هم حرف بزنن، آدم ها همدیگر رو احساس میکنن، آدم ها حس میکنن همدیگر رو. متوجه هستین؟ به همین دلیل شما اگر تو این چنین موقعیتی قرار گرفتین، اگه واقعا با قلب باز، با دل باز در خود مستقر باشین و گوش کنین به اون، به حرف اون کسی که داره حتی به شما اصرار می‌ورزه، و اگه حقیقتاً و عمیقاً تمایلی نداشته باشین، بدون اینکه اینو نمیخواد شما اینو بگین، نمیخواد اینو بگید، حتما نمیخوان، لزومی نداره شما عکس العمل خاصی داشته باشین، همینقدر که این موضوع درونن با قاطعیت مورد تایید شما نباشد، حرف اون کاملا بی اثر خواهد بود، بدون بی احترامی، بدون اینکه شما رفتار ناهنجار اجتماعی ازتون سر بزنه، در کمال نزاکت و ادب و احترام بعد از 5 دقیقه اون خودش میفهمه. ولی بعضی خب سمجن یکم، بعد از 5 دقیقه هم ولکن نیستن، ولی بعد از یه تایم طولانی تری متوجه میشه. اگه دفعه بعد شما رو ببینه، کاری دیگه به کار شما نداره. آدم ها اینو احساس میکنن، مثل بچه ها دیگه، بچه ها غریزی عمل میکنن، بچه ها غریزی عمل میکنن. یه جا توی مهمونی هستین، خیلی هم در واقع یک معاشرت جدید رو درواسی دارین، و وقتی که میرین اونجا دعوتتون کردن، 2 تا بچه خیلی شیطون دارن، از اون بچه هایی که میدوه میگه امو 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 امو، میاد میشینه رو سر امو، دیگه نمیاد پایین. بعد پوست امو رو میکنه اون شب، امو نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه معاشرت کنه، نمیتونه شام بخوره، نمیتونه گپ بزنه، یک بلایی بر سر امو میاره، همون چسقلی. و حالا عمو تا
چون آدم مأخوذ به حیایی است و یک معاشرت جدیده و رودرواسی داره، تا این بچه اولین بار گفت عمو، گفت جونم عمو جون عزیزم، تمام شد، تمومه. خب ولی این برای عمو تجربه میشه. دفعه بعد که عمو در موقعیت مشابهی قرار میگیره و اون بچه میاد میگه عمو عمو، ممکنه که شما در واقع ببینید، نه اینکه شما مثلا فرض کنین که با تندی برخورد کنین یا مثلا بگین مثلا بشین بچه اخ کنید و فلان، نه، ولی همینقدر که حستون درونن شما ببینید، این همش به شما بر، وقتی شما تکلیفتون با خودتون روشنه، با قاطعیت میدونین که من حوصله این بچه رو ندارم و به این رو نمیدم و این از من انرژی نمیتونه بگیره و امشب منو نمیتونه خراب کنه، من تکلیفم با خودم قاطعانه روشن است، اون بچه میگه عمو جون نمیخواد اخ کنین داد بزنین، برخورد شما این میدون رو به اون بچه نمیده، اون بچه تحلیل روانشناسی نمیکنه که به طور غریزی حس میکنه، چون بچه حتی در حین بیداری امواج مغزش تتاست، انگار در مراقبه فوق العاده ژرفه، بدون اینکه از امواج بتای مغزی استفاده کنه که در اون بچه فعال نیست، هنوز از 7 سالگی به بعد تا 11 سالگی فعال میشه، تعقل نمیکنه که، رفتار شما رو تحلیل منطقی نمیکنه که، همینقدر که شما اون حس رو بهش نمیدین، رو نمیدین بهش، میدون نمیدین بهش، اون فضا رو بهش نمیدین، اون بچه به طور غریزی سراغ شما نمیاد، میره سراغ یه عموی دیگه. میره سراغ یکی دیگه. چرا؟ مادر پدرها خستن، نوع زندگی فشارش یه جوریه که اون مهری که باید به بچه داده بشه، نه اینا مطلق نیستا، مطلقا اینطور نیستا، معمولا اینطوره، ولی نوع زندگی به گونه ای تغییر کرده که بچه ها اون عشق بلا شرط همواره جاری رو از والدین دریافت نمی کنن. متوجه هستین؟ به همین دلیل این بچه در اولین فرصتی که یه تازه وارد یکی میاد، یه کسی میاد، یه تازه واردی میاد که این بچه ممکنه اون انرژی یا اون حس رو بتونه ازش بگیره، نه اینکه بخواد شما رو آزار بده، به طور غریزی میاد که تغذیه کنه بخش عاطفی درونش رو. میدونید اون بچه قابل درکه، اون بچه قابل درکه، قابل فهم رفتارش، ولی شما، این شما هستید که تعیین میکنین از همون لحظه اول، از همون لحظه اول این شما هستین که میدون میدین، اجازه میدین، این فضا رو میدین. حالا بعضی از بچه ها اگه سماجت بیشتری هم بکنن، بعد از یه دفعه، دو دفعه، سه دفعه متوجه میشه که اون در واقع اون کار رو نمیتونه با شما بکنه، متوجه میشه که شما نمیخواین اون توجه رو بهش بدین به اون شیوهی که اون میخواد، حداقل شما میگین اینجا خبری نیست، برو دنبال روزیت یه جای دیگه بگرد، شما دارید اینو بهش میگید، کسی چیزی نمیگه ولی اون بچه میفهمه. متوجه شدین؟ بزرگترام همینن. همونطور که شما با رفتارتون، با رفتارتون، با حستون به اون بچه یاد میدین، یعنی اون بچه رو تربیت کنید در طول زندگیش، برای همون معاشرت کوتاه مدت تو همون مقطع کوتاه عرض میکنم، به اون بچه یاد میدین، تربیتش میکنین که با شما چگونه برخورد کنه، عین همین الگو در بزرگسالان هست، ولی بزرگسالان امواج مغزشون تتا نیست، بتاست، تعقل میکنه، تعقل میکنه، فکر میکنه، رفتار شما رو تحلیل، بچه ها این کارها رو نمی کنن، غریزیه صرفا، بزرگترها این کارها رو میکنن، برای همین بزرگترها پیچیده تر هستن، مشکل پیچیده تر هستن، ولی از همون دفعات اول که رفتاری با شما میشه که به نظرتون رفتار منصفانه ای نیست یا شما نمیپسندین که در تو جمع چنین رفتاری با شما بشه، بدون اینکه بی احترامی کنین، بدون اینکه بی ادبی کنین، بدون اینکه در واقع بی توجهی کنین به در واقع معاشرینتون تو اون جمع، در کمال ادب و احترام شما میتونین اون آدم رو تربیت کنید
که به گونه‌ای با شما رفتار کنه که میپسندین. کافیه که وقتی با شما برخوردی میشه که نمیپسندین، شما هیچ واکنشی نشون ندین، فقط شاهد باشین. آدم ها خشکشون میزنه. کافیه شما هیچ واکنشی نداشته باشید، چون طرف هر رفتاری میکنه یه عکس العملی میخواد بگیره و شما هستید فقط. اصلا این برای آدم ها عادی نیست، ولی این کار هر کسی نیست. باید در خود مستقر باشین، چون این چیزی نیست که اداشو در بیاریم. ظاهراً ادای این رو در بیارم که رفتار تو هیچ تأثیری رو من نذاشت و من هیچ حسی بهم دست نداد. واقعاً باید شما هیچ حسی درونن بهتون دست نداده باشه. این باید واقعی باشه. این از شما تابش پیدا میکنه. آدم ها اینو میفهمن. دفعه اول نشد، دفعه دوم اگر دوباره با شما گپی بزنه یا بخواد خودش رو در واقع یه جوری پافشاری کنه به عقیدهش مثلا، یا بخواد شما رو به حریم روانیتون حمله بکنه، یه دفعه دو دفعه این اتفاق بیفته، اون آدم عقب نشینی میکنه و دیگه این رفتار رو با شما نمیکنه. لطفا در اطرافیان خودتون دقت کنین. هر کس که در موقعیتی قرار گرفته که دیگران باهاش رفتارهایی میکنن که اون رفتارها غیر منصفانه است، خود اون آدم، یعنی خود ما، میخوام بگم به خودمون برمیگرده، خود اون آدم فضایی داده که دیگران باهاش چنین رفتاری کنن. از نزدیکان بگیرین، همسر، فرزند، پدر، مادر، تا آدمای دیگه، خودمون هستیم. جانم بیم نخندی تو خود سوالم اختیار ده. الان که داشتیم بودیم در دونم داشتم نگاه کردم که واقعا همه چی برمیگرده به اینکه شما خودت چجوری اجازه میدی که دیگران با هم چجور برم. درسته. من یه تجربه کوتاهی راجع به یکی حتی به سگ داشتم. آها. که نمیدونم حالا اینو میتونم اینجا مطرح کنم یعنی. بله حتما. همه به خاطر مثلا سوال کنه هیچ برخوردی نمی‌کردن، این سگ هم هر کاری می‌خواست بکنه می‌کرد. درست. می‌کردم که حالا من برای چی باید این کار بکنم؟ به خود پافشاری می‌کنم، اصلا توجه نمی‌کنم. با اونم می‌مد از جلمان رب می‌شد و میرم. آها. این نمی‌دونم که آیا برای حیوانات هم این شرایط هست یا فقط برای انسان هست؟ نه، برای حیوانات هم هست. اتفاقا حیوانات خیلی چیزن، حساشون خیلی قویه. حیوان خیلی حساشون قویه، خیلی عجیبه. چون عرض میکنم که مثل بچه ها که تحلیل عقلانی منطقی ندارن، صرفا غریزی و حس خالصه، مثلا یه توله سگ کاملا غریزی و حسی فقط با شما رفتار میکنه، حس میکنه شما رو، و به محض اینکه شما در واقع نخواستین که اون رفتاری رو که همه میکنن باهاش رو باهاش بکنین، اون میفهمه دیگه به شما کاری نداره، میاد راحت میشه، به شما یه نفر کاری نداره و احساس میکنن، حس میکنن، اینو میفهمه حیوان، حیوانا خیلی خوب میفهمن این حسا رو خوب میگیرن. یه جاهایی از آدما بهتر حس جدی میگم آدما خیلی اینقدر پیچیدگی های عجیب و غریب دارن. اون حیوان همون چیزی که هست. یک کتابی نوشته اکارت توله، کتاب بسیار زیبایی است، تحت عنوان The Guardians of Being، نگاهبانان هستی، سگان، گربه هان، پرنده هان، حیوانان، حیوانای خونگی هن. خیلی جالبه، یه تیکش اشاره میکنه، میگه شما اگه سگ خونگی، گربه خونگی، پرنده یه حیوانی خونگی داشته باشین، اون لحظه که اون سگ رو تاچ میکنید، لمس میکنید، نازش میکنید، بغلش میکنید، باش بازی میکنید، لمسش میکنید، به لحظه اکنون میایید، چون اونا همیشه در لحظه اکنون هستن. متوجه هستی؟ همیشه در لحظه اکنونه. حتی وقتی شما دلتون گرفته، حالتون بده یا به هم ریخته این، نازش میکنین، بغلش میکنین، باش بازی میکنین، اون لحظات انگار گشایش درونی دارین. اون لحظات، چون اون حیوان واقعا در لحظه اکنون با همه وجودش زندگی میکنه. به ویژه سگا که حالا فرانتال لوبشون هم بزرگتره، مثلا گربه ها
کمه فرانتال لوبشون، پرنده ها فرانتال لوبشون خیلی کمه، ولی سگا 7% مغزشون فرانتال لوبه. شما ناراحتین، ناراحت میشه. خوشحالین، خوشحال میشه، دمش رو تکون میده، میاد خودشون رو میمالونه به شما، خوشحالیشون نشون میده به شما. حس میکنن، مستقیم حس میکنن.